مرداد 88. خامنه ای ولی فقیه ارتجا از طریق پسرخوانده مسلکیش در عراق انتقام قیام مردم ایران را از اشرف که آن را کانون استراتژیکی نبرد برای آزادی میداند گرفت. بیهوده گمان می کنند با هدف قرار دادن اشرف قیام باز می ایستد و آب رفته به جوی ولایت باز می گردد و تلسم در هم شکسته آن التیام می پذیرد. عجبا که جنایت بزرگ علیه بشریت در اشرف و هدف قرار دادن فرزندان بی‌دفاع و محصور مردم ایران در کانون استراتژیکی نبرد همزمان با سالگرد قتل عام زندانیان و عملیات کبیر فروغ جاویدان صورت گرفت که رژیم هنوز هم از آن داغ‌ها بر دل دارد. مجاهدان اشرف اما به عهد خود با خدا و خلق جانان وفا کردند، با جسم و جان، با روح و روان و با همه توش و توان. راستی که بیشتر از این در فراسوی تصور و امکان نبود. سلام بر شهیدان و دعای خاضعانه و خالصانه برای شفای مجروحان و درود بر تمامی اشرفیان. از هموطنانمان در سراسر جهان می‌خواهم به حمایت از اعتصاب و درخواست مجاهدان اشرف بشتابند. 1. خروج نیروهای عراقی از اشرف. 2. به عهده گرفتن حفاظت اشرف از سوی نیروهای آمریکایی که به خلع سلاح و امضای موافقتنامه با یکایک ساکنان اشرف در مورد حفاظت از آنها تا تعیین تکلیف نهایی مبادرت کردند. 3. حضور وکلا و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در اشرف که 7 ماه است از آن ممنوع شدند. 4. حضور نماینده شورای امنیت ملل متحد یا دبیر کل در اشرف برای گفتگو درباره تعیین تکلیف نهایی. 5. تن دادن دولت عراق به قطعنامه 24 آوریل پارلمان اروپا درباره وضعیت انسانی ساکنان اشرف. 6. محاکمه و مجازات آمران و عاملان حملات و کشتار وحشیانه امروز در اشرف در دادگاه بین المللی به جرم جنایت علیه بشریت. مسعود رجبی، 7 مرداد 1388. بینندگان عزیز، به پایان این بخش خبری رسیدیم. خدا نگهدار. موفق و پیروز باشید. موفق باشید.